رونمایی از ورژن جدید سامانه باور 373. ببینید فرزندان ایران زمین چه کار کردن. افزایش برد از 200 کیلومتر به 300 کیلومتر. خبر خوشی بود که رئیس قرارگاه پدافند خاتم الانبیا دادن. دوستان عزیز، در این رابطه صحبت خواهیم کرد. همچنین در مورد تاجیکستان عزیز، از استقبال شهر شیراز از سرمایه گذاران تاجیکستانی خواهیم گفت. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جان. دوستان عزیز، میدونید که داستان باور 373 که خلق یک باور بزرگ در سرزمینی بود که میخواست روی پای خودش وایسه، در سرزمینی بود که میخواست آقایی و سروری کنه، مزه استقلال چشیده بود، حالا میخواست خودش ابزار خودش رو تولید کنه، اونم در سال 2010 که مدودف رئیس جمهور نزدیک به غرب آن زمان روسیه در توافقی که با آمریکایی و اروپایی‌ها داشتن واسه اعمال فشار بر ایران از تحویل دادن 4 گردان سامانه S-300 خودداری کردن. این جوانان این مرزبوم رو به فکر انداخت، این که باید خودمون دست به کار بشیم، خودمون دست بذاریم رو زانو، بگیم یا علی. ابتداعا یک خاک نثار سر گر زیبا کلام بکنیم. خاک تو سر زیبا کلام، فعلا برو تو آبگوش پاسپاش درست کن. خب بعد به قول امیر حاتمی، چند تا جوون 24-25 ساله نابغه، نه از اونایی که اورد بنداز بودن از این فحاشای دانشگاه شریف، بلکه متفکر و نخبه و تن پرست مؤمن ایرانی، نشستن و این سامانه رو طراحی کردن دوستان عزیز. و پس از چند سال، 2018 بود اگر اشتباه نکنم، با حضور حسن گمال و امیر حاتمی این سامانه رونمایی شد دوستان عزیز. ابتداعا گفته میشد که برد این سامانه، برد بلند 200 کیلومتر، سطح هدف، ارتفاع هدف 27 کیلومتر و این چیزایی بود که با موشک صیاد 4 میتونست اهداف و مورد اصابت قرار بده. یک سامانه بسیار قدرتمند زاده شد و اونم توسط ایرانیان کمتر از 7-8 سال دوستان عزیز، از اراده تا طراحی تا ساخت. اما این پایان کار نبود. ما میدونستیم بابا ایرانیان اهل خلاقیتن، هنر نزد ایرانیان است و بس، مثل این غربگرایان زیر مشکلون که نبودن. پس از 2-3 سال ورژن جدید که مطمئنم آخرین ورژن هم نخواهد بود، این تازه آغاز راهه. و اومدن و برد این سامانه رو از 200 کیلومتر 300 کیلومتر کرد، ارتفاع اصابت هم از 27 کیلومتر به 31 کیلومتر رسوندن دوستان عزیز. یک اتفاق مهم، راهبردی در حوزه پدافند ایران که نه میتونه نه S-300 همچین توانایی داره. ببینید که پهپادهای شاهد 136 ما توی اوکراین، S-300 های اوکراین رو تو جنگ اوکراین، S-300 های اوکراین رو چطور مورد اصابت قرار میدن. ما خودمون قتال S-300ایم، ما خودمون قتال پاتریوتیم بچه های من، با همین پهپادها پاتریوت ها سعودی رو میزنن، خلاصه ما خودمون قتال ایناییم. و در ضمن بهترین سامانه پدافند، من میگم بهترین سامانه برد بلند پدافند هوایی رو بچه های ایران زمین ساختن و مطمئن باشید به زودی ورژن جدیدم میاد. اینو تو عمل نشون میدن دوستان عزیز. مثلا بعضی از کشورها، روسا یا چیزهای دیگه، آقای این تئوری، این جنگ ابزار فلان میکنه، بهمان میکنه، تو عمل میبینیم کارایی لازم رو نداره. اما ایرانیان دیرگیر شیرگیرن به قول معروف، یعنی وقتی میسازن تازه از اون چیزی که ادعا میکنیم هم بیشتره، یعنی قدرتمندتره. خاک تو سر زیبا کلام، برو زیر اجاق روشن کن، سرگن زیر مشکلو. خب اما بریم
ببینید دوستان عزیز، این سامانه توسط موشک صیاد 4، ما این صیاد هم خانواده ایه. مثلا ما تو تلاش صیاد 2 رو به کار بردیم، تو سامانه 15 خرداد صیاد 3 رو به کار بردیم، توی نسل اول باور 373 اومدیم صیاد 4 رو به کار بردیم. آقا ما تو همین سال ببینید با چه تغییراتی کردیم. اولا میدونید که باور 373 اولین سامانه عمود پرتاب ما بوده. ما قبلا تو تلاش 15 خرداد، 3 خرداد، تبس، همه مایل پرتاب بودن. اما ما توی باور 373 ورژن اول اولین بار ما به یک سامانه عمود پرتاب رسیدیم که این دیگه نمیخواد سامانه رو به چرخونی سمت هدف، یه مزیت بسیار بالا داره. و اینکه این آغاز را منجر به این شد که ما اینو توی سامانه های دیگه، این دانش رو توی سامانه های دیگه هم سرشکن بکنیم. مثلا توی زوبین و دسفول هم مدل روسی پرتاب گرم غربی رو به کار بردیم، هم مدل روسی پرتاب سرد و غربی ها پرتاب گرم دارن، همونطور که سامانه باور 373 هم با پرتاب گرمه. و در زوبین با پرتاب سرد روسی ما سامانه عمود پرتاب ساختیم، همچنین اینو مدل کشتیش کشتی پایه رو در سامانه در رزناو شهید سلیمانی به کار بردیم دوستان عزیز. خب اگر اشتباه نکنم تو سال 98 ما واسه اولین بار به یک دانشی دست پیدا کردیم که یک دست بلندی به ما داد. اولا این موشک صیاد 4 که واسه سامانه باور 373 به کار برده میشه، اما این ورژن جدید که بردش به 300 کیلومتر رسیده، جدا از تغییراتی که در اون ایجاد کردن، عرض میکنم ما در سال 98 به یک دانش دیگه رسیدیم که اتفاقا مرشد ما در این چند سال همیشه در مورد اون تکیه میکرد، اونم دانش کامپوزیت در حوزه نظامی. قبلا این مخزن موشک ها فولادی بود، اینا سنگین بودن، باعث میشد که هم برد موشک ها کاهش پیدا کنه، کم باشه، هم چابک نباشن، یعنی سرعتشون پایین باشه. تو سال 98 ما اومدیم موشک رعد 500 رو ساختیم. رعد 500 چی بود؟ همون فاتح 110 بود، با یک تفاوت که ما بدنش رو از فولاد تبدیل به کامپوزیت کردیم. در نتیجه همین یک کار باعث شد که برد موشک فاتح 110 از 300 کیلومتر بشه 500 کیلومتر با همین یک تغییر کوچیک. این باعث میشه که وزن کاهش پیدا کنه و موشک چابکتر بشه، در نتیجه دست بلند میده و برد موشک هم افزایش پیدا میکنه. حالا در ورژن جدید اومدیم این موشک های صیاد 4 رو با بدنه کامپوزیتی ساختیم، در نتیجه برد موشک صیاد 4 از 200 کیلومتر تبدیل شد به 300 کیلومتر. اینو فرزندان ایران زمین میتونن، مگر هر جوالقی میتونه از این کارا بکنه. خاک تو سرت زیبا کلام بابا، برو این آبگوشت هم بزن الان طعم میگیره. خرد کپو تاج زاده. خب جدا از این تغییرات، بعد یک ارتقای گسترده و همه جانبه روی این سامانه باور 373 هستیم و آن را به یک سطح یک سامانه راهبردی دورپرتاب تبدیل کرده است. انشالله در ورژن بعد میدونیم اهداف در ماورای جو هم بزنیم. این ماورایی که پرداب میکنن واسه جاسوسی میتونه اونا رو هم مورد هدف قرار بده. این کار روسا توی S-500 انجام دادنه و اونو تبدیل کردن به یک سامانهی که میتونه ماورها رو هم تو مدار لئو مورد هدف قرار بده، بخصوص چون اکثر ماورای جاسوسی تو مدار لئو قرار دارن دوستان عزیز. خب این موشک صیاد 4 هم بسیار موشک پیشرفتی، رادار قدرتمندی داره و در فاصله 450 کیلومتری هم این موشک رو میبینه. گفتیم که
برد موشک رسیده به 300 کیلومتر، برد کشف هدف 450 کیلومتر، برد رگیریش هم رسیده به 400 کیلومتر. این ورژن جدید باور 373. این فیلم غرور انگیز رو ببینید، یک پهپاد کرار میفرستن یه جایی. بعد باور 373 اونم کرار هم میدونید موتور مینی توربو جت داره، سرعتش تا 900 کیلومتر میرسه. این کرار با 700 کیلومتر داشته پرواز میکرده، در فاصله 306 کیلومتری برارو پیایون خود تایفه و سامانه باور 373 اونو مورد هدف قرار میدن. این فیلمو ببینید، این فیلم غرورانگیز که هر ایرانی باید ببینه، افتخار بکنه، کیف بکنه که یک کشور پویایی داره. هر روز یک نوآوری، هر روز یک خبر جدید، یک خبر خوش، دو حوزه‌های مختلف. آقا میبینید که اینجا ایرانه، اینجا مردایی داره، زنانی داره که پایه‌کارن، تولید علم و دانش میکنن، تولید قدرت میکنن، تولید ثروت میکنن، انباشت قدرت میکنن، که دست مرشد ما باز باشه، که دندونای هر متجاوز رو بکشیم. حالا این زیرمشکلو مولوی شیادم واسه ما دوم تکون داره بود، دومشو میبریم. بعد فرزندان مرتضی علی میدونن چه کار بکنن. داریم سیشمین کاسکلی، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. ما ارباباشونو گوشمالی میدیم، خودشون سهلن. انشالله دور نیست که مکه هم پایتخت ایران میشه. خب این فیلم غرورانگیز رو ببینید. مقصد جایی در کویر مرکزی ایران. طی 16 ماه کار تحقیقاتی بسیار دقیق، رویدادی حاصل سالها تلاش متخصصان وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش. قابلیت درگیری با انواع هواپیماهای تاکتیکی نسل پنجم رو داره، یعنی نسل قدیم و نسل پنجم رو داره. قابلیت درگیری با بالستیک هایی که از فاصله بیش از 1000 کیلومتر یا 2000 کیلومتر پرتاب میشه رو دارا هست. ابتدا صدها کیلومتر دورتر از این مکان پرنده بدون سرنشین یا همان هدف به پرواز در می آید. مجوز شلیک بر روی هدف در کانال 1. همه آماده عملیات و اقدام نهایی می شوند. یا فاطمه الزهرا، این لحظه در تاریخ ثبت می شود. در یکی از 101 ارتقای سامانه بومی باور 373 برای دستیابی به برد بالای 300 کیلومتر با موشک جدید. خوشحالی جمع حکایت از تحقق وعده دارد. یعنی موشک پرنده بدون سرنشین را که 700 کیلومتر در ساعت سرعت داشته در فاصله 306 کیلومتری منهدم کرده است. این سامانه ثابت کرد که هر گونه تهدید رو فراتر از 300 کیلومتر منهدم میکنه و فراتر از 450 کیلومتر میبینه. با آزمایش این سامانه بومی ارتقا یافته، ایران عملاً در جمع معدود کشورهای دارنده چنین سامانه‌ای قرار می‌گیرد که تعدادشان به انگشت ماشاءالله شیرون زرد، ماشاءالله پیایون خود طایفه، ماشاءالله صاحب نام و دردتون بخوره تو جون هر چی در زمان غربگرای ولگرده زیر مشکلونیا. خب انصافاً آدم دوستان لذت می‌بره از همین دلاوری، از همین نخبگان ایرانی ببین دارن چه کار می‌کنن. خدا وکیلی آدم انگوش به حیرت میمونه. کدوم کشور رو میشناسید توی منطقه ما همچین توانایی داشته باشن فرزندانشون؟ این ناو جماران ساخته بودن. بعد یکی از دلاوران ما میگفت که یه رزمایش مشترکی داشتیم پاکستان، که پاکستانی ها میگفتن واقعا خودتون ساختید؟ حرکت میکنه؟ باور نمیکردن. بابا نمیدونن اینجا ایرانه، اینجا سرزمین شجاعانه. ما البته یکی از ضعفامون این بوده که تو حوزه رسانه‌ای متاسفانه بد عمل کردیم. اینجا باید کاری کنیم که هر کس نام ایران میفهمه کلاشو برداره، کما اینکه دارن برمی‌داره. توی اوکراین داریم می‌بینیم پهپادها ما، تجهیزات ما، تازه این تو حوزه نظامی، تو حوزه‌های مختلف می‌بینید. با اینکه ما زیر شدیدترین ضربات رسانه‌ای هستیم، شدیدترین ضربات تحریم‌ها هستیم. ببین نبوغ ایرانی اونجایی که احساس بکنه، نیاز باشه
نبوغشو خرج کنه. ما همون ایرانیایی هستیم که قبل از انقلاب هم بودیم ها، ولی اون موقع نبوغ ایرانی رو تعطیل کرده بودن، اون موقع کت خدا پرست بودن مثل این غربگرهای ما، مثل حسن گمال و خاتمی چقل و نمیذاشتن یه ایرانی دست به یه چیزی بزنه، آی گارانتیش به هم میخوره، آی فلان میکنه. یه داستانی میخوندم میگفتی که از نظامیان ما یه قطعه از هواپیما خراب و یه دو تا سیم، گفت همینطور، گفت اینطورش که یه چسب برقی هم زد دورش، گفت یه قشقره آمریکایی‌ها به پا کردن که ما با ایرانی‌ها چیزی یاد بگیرن، گفت طرفو اخراج کردن طوری که پادشاه وارد عمل شد، روزت خواهش کرد، التماس کرد تا طرفو ببخشن، چرا دو تا سیم لفت داده چسبی زده روشون. وقتی یه جامعه خار خفیف میشه میخوای نوآوری و نخبه به خرج کنه، فرزندانی مثل حسن باقری همیشه بودن، اما این انقلاب بود و اونا بها داد، بنی صدی بها رو نمیداد. دیدیم در زمان بنی صد ما همش در حال شکست بودیم، ولی از زمانی که اونا به اونا بها دادیم، یکی مثل حسن باقری میشه استراتژیست نظامی، یکی مثل شهید صیاد شیرازی اون دلاور ما چه کارهای بزرگی که انجام میدن. خب قربونتون برم دوستان عزیز، این تو این فیلم هم گفت این سامانه قتال هواپیمای نسل پنج هم هست، حالا نسل چار و چار و نیم و اینا بماند، نسل سه بماند، نسل پنج یعنی F-22 F-35 قتال ایناست. بعد در مورد این سامانه اینم بگم، لانچرش دوتاییه، تو دو طرح داره، یعنی دو نوع لانچر داره، لانچرهای دوتایی داره با لانچرهای چارتایی. اینو سامانه S-300 و S-400 و پاتریوت هم همینطورن دیگه، توی لانچرهای دو و چارتایی. توی رزمایش، توی آزمایش لانچر دوتایی بود دوستان عزیز، گفتم اینو هم توضیحاً خدمت شما بگم. بعد باور 373 دوتا رادار داره، یه رادار کشف داره، یه رادار رهگیری داره، اینا جدا از هم هستن، اینم یک چیز دیگه. و اینجا که میگه موفق شدیم در کمتر از دو سال برد این سامانه را به بیش از 300 کیلومتر ارتقا بدیم، یعنی توانستیم یک هدف را در بالای 300 کیلومتری با پهپاد ارتقا یافته بومی منهدم کنیم. ببین دوستان، پهپاد کرار یک چهارم یک هواپیمایی مثل F-22 هم نمیشه، یک پنجم F-35 نمیشه. وقتی که یک پهپاد کوچیک و لوله‌ای شکل با سطح مقطع راداری خیلی کم، خیلی کوچیک، در فاصله 36 کیلومتری میزنه، نسل 4 و 5 رو ول کن، F-15 و F-16 و اینا رو ول کن، اینا رو هلوان هلو، F-35 و F-22 رو خیلی اونورتر 300 کیلومتر میزنه. اینم خواستم بگم، شما وقتی که یک هدف کوچیک با سطح مقطع راداری خیلی کوچیک رو در این فاصله میزنه، اونا که 5-6 برابر بیشتر پهپاد کرار هستن که اونا به راحتی شکار میشن و از فاصله دورتر، یعنی دست بلند، یعنی دیگه یه دو گردان مستقر کنه در شاخاب پارس و دریای مکران، دیگه آمریکایی هیچ هواپیمایی حتی در کشورهای عربی نمیتونن به پرواز در بیارن، چون دقیقا در رادار شعاع برد این سامانه قرار میگیرن، یعنی به معنی اینکه استارت بده موشک قف میکنه روش، به همین راحتی، به همین سادگی. دوستان عزیز ببینید چه دست بلندی به ما داده خدا وکیلی، این دست باید بوسید، باید کلا از سر برداشت. در زمانی که دیو و دد در کمین ایران زمین نشستن، مشتی خائن وطن فروش هم شب و روز دارن مردم رو ناامید میکنن، مشتی سلبریتی حرامزاده بیشرف هم دیدم، این زیر مشکلو مال این ساحلی بازان ما گزرگوب گریتن و واسه سرود ملی هیچ گونه با همراهی نکردن و اون کاپیتان سرگنشو هم اومده مچبند سیاه بسته و این سرگنشو اومده هم تراشیده، این اینا باید گوشاشون پیچونده بشه دوستان عزیز. این سلبریتی فوتبالیست و نمیدونم ورزشکارا و هنرمندان، خیلی هاشون، نه همه، اینا بوخچی دشمنن، اینا عامل به وجود آمدن این همه این آشوب و فتنه اخیر و کشته ها و شهدایی که ما تو این فتنه داشتیم، 40 چند نفر که به شهادت رسیدن، این بی شرفا عامل
این همه خونهایی بوده که به زمین ریخته شده. دوستان عزیز، علارغم همه وطن فروشی، خیانت، رذالت، پستی، حرامزادگی که خیلی از فارسی زبانان نه ایرانیان انجام میدن، میبینید که ایران شتابان داره قدرتمندتر میشه، شتابان داره به سمت فر و اقتدار میشه. دوستان عزیز، دیروز یه نمونشو گفتیم، امروز در مورد ماهواره بر قائم، امروز در مورد سامانه باور 373، فردا در چه موردی خواهیم گفت. اینجا ایرانه، اینجا فرزندانی داره که هر روز یک نبوغ تازه، یک مؤلفه جدید افزون بر مؤلفه‌های دیگر، بر قدرت ایران. دم تک تکشون گرم دوستان عزیز. درود به شرف همچین وطن پرستان و مؤمنینی که از این کارهای بزرگ میکنن. خب اما در مورد تاجیکستان عزیز، برای روز جنگ شمشیر روز تنگ. خب حالا ببینم اخبار زیاده. یه جا میگه که مثلا وزیر فرهنگ ارشاد ما گفته پیوند ایران و تاجیکستان بدخواهان را خار میکند. اما خبر اصلی که میخوایم رون زوم بکنیم، شهردار شیراز در دیدار با مقامات تاجیکستان از آمادگی بسترهای این کلان شهر و استقبال از سرمایه گذاران در ابعاد مختلف خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج فارس، نشست دو جانبه تاجیکستان و استان فارس به منظور تقویت روابط فرهنگی، گردشگری و اقتصادی با حضور برخی مقامات استانی و شهری و مسئولان دولتی از کشور تاجیکستان برگزار شد. محمد حسن اسدی، شهردار شیراز، از زبان فارسی و نزدیکی دو کشور با عنوان مؤلفه‌های تأثیرگذار نام برد. خدا وکیلی، میبینید دوستان عزیز چقدر روابط ما گسترده شده. وزیر فرهنگمون چند همین یکی دو روز پیش برگشت، حالا مقامات تاجیکستان تو شیرازن. تازه ما یه نمونه رو میگیم، مقامات دیگه هم از دو کشور هم هستن تو کشور ایران و تاجیکستان. به گفته اسدی، مسافت نزدیک کشورهای حاشیه خلیج فارس و شیراز باز ارتباطات نزدیکی بین کلان شهر و آن کشورها شده که باید در تقویت ارتباط بین کشور دوست و فارسی زبان تاجیکستان و شیراز نیز تلاش کرد. مدیر ارشد شهرداری شیراز با تقدیر از نامگذاری معابری در تاجیکستان به نام بزرگان شهید این دیار از اقدام متقابل خبر داد. اسدی افزود علاوه بر لزوم تقویت همکاری و مناسبات در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری سلامت، شهرداری شیراز ضمن آمادگی برای ایجاد بسترها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از حضور سرمایه‌گذاران تاجیک در شیراز استقبال می‌کند. محمد فراغزاده، معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استان فارس، نیز در این نشست با تأثیر بر فضای گفتگو به جهت نزدیکی سرزمینی و زبان فارسی به عنوان مزیت رقابتی استراتژیک اظهار کرد. پیمان شانگهای اقدامی ارزشمند بوده که در این راستا باید کارگروهی ویژه برای کشورهای فارسی زبان شکل گیرد، مثل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان. اصلا پاکستان سرود ملیش کاملا فارسیه دوستان عزیز. اصلا پاکستان کشور فارسی زبان بوده. اقبال لاهوری شاعر پاکستانی، نمیدونم 100 سال پیش، همش 100 خورده سال پیش بوده، همه شعرش به زبان فارسی بوده. عمران خان تو تهران هم گفت اگر استعمار نبود ما هم داشتیم به زبان فارسی حرف می‌زدیم. خب او در ادامه با اشاره به تمهیدات برای پرواز مستقیم هفتگی شیراز به پایتخت تاجیکستان اضافه کرد باید در طول سال رویدادهای مشترکی برای افزایش مراودات در نظر گرفته شود. خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری کشور تاجیکستان، نیز بر ریشه‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و هویت مردم تاجیکستان و ایران تصریح و بر جایگاه والای شخصیت‌هایش شهیر شعر ادب فارسی در این سرزمین تاکید کرد. او با تاکید بر روابط دوستانه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران یادآور شد ایران اولین کشوری بود که بعد از استقلال تاجیکستان با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد و ما قدردان هستیم. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک جمهوری کشور تاجیکستان بر لزوم تقویت ظرفیت‌های اقتصادی دو سویه تاجیکستان و فارس تاکید کرد. کلا همه استان‌های ایران، مشهد، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، تبریز، آذربایجان شرقی، همه دارن مراوداتشون رو با کشور دوست و برادر تاجیکستان افزایش میدن. قربون تو برم دوستان عزیز، خدا وکیلی میبینید که ایران شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره. مگر یکی کور باشه یا عقده‌ای؟ البته ما کور رو میبخشیم،
اشکال نداره، ولی عقده‌ی های برانداز یا عقده‌ی های داخلی سلبریتی ها بذار در این خریت مزدوج خودشون غرق بشن و مدهوش از این همه پیشرفت ایرانیان. ایران مثل بولدوزر داره موانع از سر راه برمی داره. آقا برید کنار، زیر دستباله نشی، شرتون فردا بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.